بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما بیننده های نازنین چنل یوتیوب گردشگری در افغانستان. امیدوارم که هر گوشه کانال دنیا که هستین دارای صحت کامل باشین، زندگی خوب و خوش داشته باشین. بیننده های نازنین، خوشحالم که یک بار دیگر یک روز بعدی در خدمت شما ایزان قرار گرفتم. امروز آمدیم در داخل تخت رستم یا قلعه رستم که خود ما با این کلا آشنایی نداریم و مطمئن هستم 50% شما هم که این ویدیو را میبینه با این کلا آشنایی ندارم و البته مردم چهار اطراف این کریه این کلا هم با این کلا آشنایی نداشت و ما آمدیم و میخواییم از این کلا برای شما خوبان شاد بگیریم، ببینیم که کلا رستم چطور یک کلا بوده و چرا کلا رستم میگه. حتما دیگه ما میفهمیم که رستم آباد کرده بوده و انشاءالله معلومات خوبی بتونیم برای شما خوبان آماده کنیم و شما هم از این گزارش ما، از این برنامه ما لذت کافی را ببرید. بیننده های نازنین، لطف کنید ما را حمایت کنید تا بتوانیم برای شما برنامه خوبتر، برنامه های بیشتر بگیریم. ما اصل از خود مرکز شهر حرکت کردیم و آمدیم در تخت رستم. تقریبا یک ساعت ما را کردیم آمدیم، علت روز بعدی هم هست. لطف کنید ما را حمایت کنید. تشکر از حمایت هاتان، تشکر از کامنت هایتان، تشکر از لایک هاتان. اگر ویدیو ما را لایک کنید، هر چقدر لایک بیشتر باشه بیننده بیشتر میگیره. خب از همه کارهایتان تشکر میکنم. پس بیا که با هم بریم داخل کلاه رستم.
خب بیننده های نازنین، این بود تخت رستم. آمدیم برای شما خوبان از تخت شاد گرفتیم و دیدیم که چه یک جای دروازه لکس داره. فلان خوب بسته شده، نمیتونیم رفت آمد فقط میشه کم، البته نمیفهمید از این دروازه اینو خودمون در وقتا نگذیم رفت آمد باشه. و این رستم پهلوان است دیگه، من معلومات دقیقی ندارم در مورد این تخت رستم و امیدوارم که برای شما خوبان یک ویدیوی خوبی، یک شات خوبی از این تخت رستم، از این قلعه باستانی برای شما خوبان آماده کرده باشم و شما هم از این برنامه لذت کافی رو برده باشین. بیننده ها نازنین، امروز از چانس من یا از چانس شما زیاد باد بود و ما نتوانستیم که یک برنامه خوبی برای شما خوبان ثبت کنیم. باز هم چون راه زیادی را طی کرد، تقریبا 20 کیلومتر فکر کنم بیشتر بود که ما آمدیم، مجبور شدیم که برنامه خود ثبت کنیم. نشد که برنامه خود ثبت نکنیم و پس برگشت کنیم، برنامه را ثبت کردیم برای شما خوبان و امیدوارم که شما هم از برنامه لذت کافی را برده باشین. لطفاً حمایت کنید، ببینید که ما چقدر برای شما خوبان زحمت می‌کشیم. یک نفر نیستیم، دو نفر هستیم، هر دو نفرم فقط کار مهمی شده که از این کاری به از این کاری، از این شهر به از این شهر بریم، نقل مردکه از این دی به دی بریم تا برای شما خوبان گزارش تهیه کنیم. شما هم لطف کنید حمایت کنید تا ما بتونیم که انگیزه بیشتر بگیریم، کار بیشتر کنیم و شما هم لذت بیشتری از برنامه ببریم. و ما فعلا امکانات زیادی نداریم، با امکانات کم کار خود پیش میبریم. اگر حمایت شیم، اگر ما بتونیم استفاده درآمد هم داشته باشیم، میتونیم که امکانات خوبی بخریم و برنامه‌ای با کیفیت‌تری برای شما خوبان تهیه کنیم. به هر حال تا برنامه بعدی، تا روز بعدی، شما را بلا یکتا میسپارم.